خسته نباشید. من خیلی سریع در مورد پالتاک و چگونگی آموزش کار کردن با پالتاک و چگونگی آیدی ساختن رو توضیح میدم و بعد در مورد ادمینی هم توضیح میدم که دوستانی که میخوان ادمین جلسات باشن بتونن به راحتی انجام بدن. خب ببینید، ابتدا باید آیدی بسازیم و کسی که میخواد آیدی بسازه بعد از نصب این پالتاک میاد در قسمت ساین اپ کلیک میکنه و یک گزینه بهشون میده که این گزینه سه تا پنجره میده که یه دونش نیک نیم پسورد و یه دونم ایمیل. هر نیک نیمی که دوست دارن به زبان لاتین تایپ میکنن، بعد از اون پسوردی که دوست دارن رو میزنن و بعد ایمیلشون رو وارد میکنن. وقتی اوکی میکنن دیگه این مستقیما وارد پالتاک میشه، اما کسانی که دیگه میخوان بعد از اون وارد بشن با همون نیک نیم و همون پسوردی که دارن این قسمت تایپ میکنن تو این دوتا گزینه و لاگین میکنن که راحت وارد میشه. حالا من از قبل دارم و میام سیف کردم، اون رو میزنم و لاگین میکنم، وارد پالتاک میشم. ببینید، ابتدای کار وقتی میخوایم وارد بشیم این گزینه آل رومز رو میزنیم. وقتی آل رومز میزنیم تو ورژن جدید حالا دیگه این شکلی شده، ما با این گزینه سوشیال اسوس اند پولیتیکس کار داریم. وقتی اینو میزنیم گزینه هاش زیرش باز میشه، گزینه هومن رایتس. وقتی بزنید این پنجره رو باز میکنه که تمام اتاقهایی که در مورد مذهب و حقوق بشر هست در این دستبندی شده اینجاست. حالا اگه که کانون یکی از اتاقاش باز باشه اینجا میشه پیداش کرد و نوشته کانون دفاع از حقوق بشر که اینجا مشخص. خب حالا من میخوام اتاق کمیته دانشجو رو باز کنم و الان برای شما توضیح میدم که چطوری میشه ادمین بود و ادمینی رو به شما آموزش بدم. خب اول توضیح خیلی کوچیک بدم که چطوری میکروفون رو بگیریم. میکروفون رو این گوشه، وقتی شکل میکروفون رو زده، وقتی میخوایم میکروفون رو بگیریم، بعدی که مسئول جلسه به ما اجازه داد، این قفل روش کلیک میکنیم. دقت کنید روی قفل کلیک کنید و روی خود میکروفون نمیخواد بزنید، فقط روی قفل. میکروفون در دست شماست، دیگه نیازی هم نیست دستش بزنید تا موقعی که صحبتتون تموم شده و شما اون روش کلیک میکنید مجددا که آزاد میشه. خب حالا اگه که شما میخواین به مسئول جلسه بگید که میخواین صحبت کنید، اظهار نظر کنید یا میکروفون رو لازم دارید، عدد 5 رو میزنید اینجا و وقتی عدد 5 میزنید یعنی شما اعلام آمادگی کردید برای صحبت کردن و مسئول جلسه میکروفون رو در اختیارتونه که شما هم قفل رو میزنید و صحبت میکنید. اما به یه مواقعی هست که مسئول جلسه میپرسه صدا در جلسه هست، در اتاق هست، شما وقتی میخواید تایید کنید بگید بله عدد 2 میزنید، اگر بخواید بگید نه عدد 1 میزنید. 2 یعنی بله، 1 یعنی نه، حالا در هر شرایطی. خب یه وقتایی یک موقعیت فورس ماژور پیش میاد و خیلی اضطراری، شما میخواید یک موضوع خیلی مهم، یعنی در حالا خصوص خارج از هر اتفاقی، به مسئول جلسه اعلام کنید که نیاز هست همین الان شما میکروفون رو بگیرید و خیلی اورژانسیه، گزینه F9 رو مثلا میزنید. این یعنی شما خیلی کار ضروری دارید و اینقدر واجبه که همین الان وسط سخنرانی یا هر چیزی هست باید این میکروفون رو در اختیار شما قرار بدن و مسئول جلسه وقتی F9 رو میبینه میکروفون رو در اختیار شما. این مواقع اورژانسیه، حواستون باشه. خب بعدش میرسیم به گزینه ادمین. وقتی میخواین که ادمین باشید، ادمین چند تا کار میتونه انجام بده. اولین کاری که میکنه اینوایت کردنه. شما یه شخصی میاد میخواد وارد بشه، از همون طریقی که اومد وارد شدید، وقتی وارد هیومن رایتس هم میشه گزینه اتاق کانون رو تو اون لیست گزینه ها نمیبینه، بعد به شما اعلام میکنن که شما این آیدی رو اد کنید. خب شما برای اد کردن، اینوایت کردن این
آیدی باید اول روی این گزینه سه خطه بزنید و یک این پنجره که باز میشه گزینه پالس وقتی روش وای میسید گزینه اد انیو پال رو میده بهتون. اد انیو پال وقتی میزنید اینجا گزینه سرچتون فعال میشه. گزینه سرچ که فعال شد آیدی مورد نظر رو توش تایپ میکنید. اگر آیدی درست باشه اینجا زیر این قسمت میاد، مثلا حالا من یک آیدی رو اسمش رو مینویسم، اسم آیدی خودم رو تایپ میکنم. دقت کنید که آیدی رو بعد حروفاش رو دقیق بنویسید. حالا من چون قبلا چیز شده سرچ هست آماده داره و وقتی آیدی رو میزنید اگر که آیدی درست باشه این قسمت پیدا میشه، پیداش میکنه و شما بعد سرچ پالتاک رو بزنید که سرچ پالتاک رو میزنید و اون رو پیدا میکنه. اگه پیدا کردید یه گزینه اینجا جلوش باز میشه که نوشته اد. وقتی اد میزنید این مرحله اولی که شما انجام دادید، میایید اینجا گزینه شیر رو میزنید. اینجا تو لیست وقتی که پیداش کرده باشید تو این لیست میبینیدش و روی همون اسم یک کلیک بکنید اینجا گزینه اینوایت سبز رنگ میشه که وقتی روش کلیک میکنید یک پیام برای مخاطبتون میره که اون با کلیک کردن روش دیگه میتونه به راحتی مستقیما وارد اتاق بشه. خب بعد یک گزینه دیگه ما داریم به نام رد کردن. وقتی یه نفر در اتاق میاد میکروفون رو بدون اجازه میگیره یا میکروفون رو بر میداره فحاشی میکنه یا یه شخصی سخنرانی کرده میکروفون هر کاری میکنه از دستش آزاد نمیشه، یا اینکه به یه شخصی داره صحبت میکنه در بحث آزادی هر چیزی شما اختار بهش میدید که لطفاً تایم رو رعایت کنید و رعایت نمیکنه، شما نیازه که رو اسمش رو اینجا که وقتی لیست هست رو آیدیش راست کلیک کنید و یه گزینه ریستریکت رو بهتون میده. گزینه ریستریکت رو که بهتون داد شما روش بزنید میکروفون از دست این شخص خارج میشه و بعد از اون دیگه نمیتونه نه تایپ کنه نمیتونه صحبت کنه، میکروفون رو بگیره. بعد اینکه شما این کارو کردید اون رو ریستریکت کردید، بعد گزینه بعدی اینجا وقتی رو خود اون اسم میاد این پایین، وقتی رو گزینه بعدیش دوباره نگاه دوباره رو اسمش راست کلیک کنید دیگه اونجا میشه ریموو ریستریکت که بزنید رد کردنش آزاد میشه. شما هر گزینه‌ای که اینجا شما انجام بدید اینجا پیامش رو بهتون میده که شما مثلا این ادمین این آیدی رو رد کرد و بعدش آن ردش کرده. خب این از گزینه این. حالا چون من آیدی دیگه ای تو این اتاق ندارم وقتی که اینجا شما روی اسم شخص مورد نظرتون میخواید یه نفر میاد فحاشی میکنه میخواید اون رو از اتاق بندازید بیرون یا یه حرف بیمار ربطی میزنه که خیلی حاده مثلا مسئله است باید نیاز هست که اون رو اخراج کنید از اتاق، زیر این گزینه ریستریکت یه گزینه بانچ میاد. وقتی گزینه بانچ رو روش کلیک میکنید وای میسید یه پنجره دیگه بهتون میده که نوشته علتی که مثلا میخواید این رو بانچ کنید چیه. 4 تا گزینه است، رو هر کدوم از گزینه ها بزنید به راحتی ایشون از اتاق خارج میشه و تا 24 ساعت از اون تایم به بعد، بعد از 24 ساعت دیگه نمیتونه وارد این اتاق بشه با اون آیدی. این از این موضوع. بعد یه گزینه دیگه هم هست که این پایین میزنه وقتی که اون رو اون چیز باشه که بلاکه. شما وقتی اون شخص رو بلاک میکنید دیگه اصلاً نمیتونه تحت هر شرایطی هیچ وقت با اون آیدی وارد این اتاقی که هستید بشه. این هم از موضوع این بانچ کردنه. حالا شما میخواهید که اینجا ادمین میخواد لینک کمیته رو بذاره. به راحتی اینجا حالا من تایپ میکنم ولی شما میتونید لینک رو از قبل آماده کنید که کپی کنید بذارید اینجا. بشریت .org. خب این
وبسایت کانونه که شما حالا برای اینکه بخواید مثلا حالا یکم شکیل تر باشه جلوش هم می‌نویسید به فارسی، وبسایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. خب برای اینکه این تداخل پیدا نکنه اینجا میایم یک کلیک میکنیم، یه دونه ایموجی هم میذاریم که خیلی قشنگ تر بشه و اینتر میکنیم. اینجا میبینید که وبسایت میاد و جلوش هم نوشتیم که این وبسایت مربوط به چی هستش و کمیتا هم به همین صورت می نویسیم و یه ایموجی هم بینش می ذاریم که این اتفاق مثلا تداخل پیدا نکنه و خراب در نیاد. تمام کارهایی که شما انجام میدید به همین صورته و بعد از اون هم نیاز دارید که اتاق رو ببندید. ادمین ها یا اوپنر اتاق رو میخواد ببنده، شما رو این گزینه کلیک میکنید، شو ادمین کنسول میزنید. حالا اینجا میبینید این پایین یه گزینه کلوز روم داره، وقتی که این رو بزنید گزینه بعد اختار میده بهتون که شما آیا مطمئنید که میخواهید اتاق رو ببندید، یس میزنید و اتاق بسته میشه به همین راحتی و این کار ادمینه دیگه، هیچ کار خاصی نداره. این آموزش رو امیدوارم که ازش استفاده کرده باشید و به دوستان دیگه‌تون هم معرفی کنید. ممنونم، خدا نگهدار.